سلام به همه دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. با من همراه باشید. قراره که با هم دیگه بریم یک مجتمع تفریحی رفاهی در قم و با هم دیگه ببینیم. بسیار جذاب و باور نکردنی هستش که همچین جای بسیار متفاوتی رو ما در داخل قم داریم. بریم ببینیم. سلام به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب اومدم مجتمع گردشگری مهر و ماه که نزدیک شهر قم هستش و واقع در اتوبان تهران قم هست، یکی از مراکز به اصطلاح میشه گفت بین راهی که خدمات خوبی رو ارائه میده برای ایرانی ها و از کیفیت بهترین نسبت به مراکز بین راهی دیگه هستش. بریم با هم اینجا رو ببینیم. خب همونطور که دیدین من اول از داخل یه کافه در اومدم که کافه لمیس هست که اینجا شعبه داره، میتونین از خدماتش استفاده کنید. قسمت روبروی سمت راست کافه لمیزم که یه فروشگاه پوشاک هست، اینجا هم که یه گالری فرشه به اسم آریانا که تابلو فرش و فرش‌های مختلف می‌فروشن. حالا در ادامه بریم با هم ببینیم جاهای مختلف اینجا. این قسمت هم دوباره یه فروشگاه دیگه است. در ضمن اینجا طبقات بالا هم داره، یه طبقه در است که هم از پله بقی هم از آسانسور میتونید استفاده کنین و ببینید اونجا رو. این هم یکی از ماشین‌های قدیمی دیگه که اینجا گذاشتن، یعنی که مردم ببینن. اینجا هم نمایندگی سوهان ساعدی نیا هست، یکی از سوهان فروشی‌های معروف قم که بسیار قدیمی هست. اینا هم که میبینید شکلات های مختلفه که به صورت تخته‌ای گذاشتن، یا اینجا مثلا این آچارهایی که میبینید این قسمت همش با شکلات درست شده. خب بریم جایی دیگه‌ش هم ببینیم. این سوهان ساعدی نیا اینجا هم یه کافه زده برای خودش به اسم کافه ساعدی نیا که تقریبا چندین ماه راه اندازی شده که ظاهر جالبی داره، میتونید از خدماتش استفاده بکنی. اینجا هم یه فروشگاهه که با صندل و کلاه و اکسسوری‌های مختلف میفروشه و اینجا هم باز یه فروشگاه لباس دیگه. اینا هم که در راه خروجی و ورودی هست. بریم طبقات بالای اینجا رو هم با هم دیگه ببینیم. البته الان خیلی فعال نیستن تو این ساعت، ولی با هم میریم ببینیم
که به چه صورت هست. یه قسمت هستش که حالت رستوران سلف ایرانی هستش و قسمت دیگه‌اش هم فست فودای مختلف هستن. از پله برقی که میایم بالا، سمت چپتون فست فودهای مختلف قرار داره که خب میشه گفت بیشترشون الان تعطیل هستن. تو این ساعت حدود 3:30 شب هست و قسمت انتها سمت راست که الان میبینی یه رستوران سلف ایرانی هستش که اول با هم دیگه میریم این قسمت فست فودها رو ببینیم. فکر کنم یکی دو تاشون بیشتر باز نباشه. اینا معمولا زمانی همشون بازن که مسافر زیاد در رفت آمد باشه و به قول معروف رفت آمد زیاد باشه و مسافر رو مشتری داشته باشن که معمولا فول تایم 24 ساعت وای میستن. اینجا هم بازی فست فود دیگه است. خب همطور که میبینید خلوت اینجا در حال حاضر، ولی تعدادی آدم هم قسمت سمت راست نشستن که میتونیم ببینیم. این صندلی ها رو همینطوری میذارن این بالا که به نشونه تعطیل بودن هستش. این دیواری که حالا پارتیشنی که این روبرو میبینین حالت موجدار و خم هستش قسمت سرویس بهداشتی هست که به نسبت سرویس بهداشتی های جاهای دیگهی که بین راه هست شروع خیلی تمیزتر هست و تونی از خدماتش استفاده کنید. این قسمت روبرو هم میشه گفت همون رستورانه سلف ایرانی هست که الان تعطیله. نمای کلیشو میتونید ببینید. قسمت سمت چپ قسمت سلفش هست و همچنین اون وسط هم که باز دوباره برای سلف یه سری غذای مختلف استفاده میشه. اینم تابلوی رستوران. بریم طبقه پایین قسمت نمای بیرون اینجا رو هم ببینیم با هم دیگه. اینم قسمت نمای بیرونی اینجا که جالبه از این نخلا کار شده. اسمشو دقیقا نمیدونم چی، منو یاد نخل میندازه، ولی
یه گیاهی شبیه همونه. خب نمای کلی اینجا رو ببینی، اینجا هم قسمتی که ماشینا پارک کردن، اون انتها هم اگر صداش بیاد اتوبانی هستش که از تهران به سمت قم یا از قم به سمت تهران ختم میشه. برم یکم عقبتر که نمایی کلیه اینجا رو ببینی. این هم از نمای کلی مجتمع رفاهی مهر و ماه. خب خیلی خوشحال میشم که شما هم نظرتون رو راجع به این مجتمع رفاهی بنویسید و خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید نظراتتون رو و بنویسید که چه جاهایی رو دوست دارید که براتون فیلم بگیرم. خیلی ممنونم، مرسی از حمایتتون.